قسمت 23. دوریان در حالی که همچنان لخت و برهنه بود و تنها حولهی به سرش پیچیده بود، با یک بطر ویسکی و دو لیوان پر از یخ وارد اتاق خواب شد و بیدرنگ حمله را آغاز کرد. ببین جعفر، اگرچه خود من هم در به وجود آمدن این وضع مقصرم، اما تو فعلا به عنوان یک مرد خونریز، قاتل، آدمکش و بیرحم در انقلاب اسلامی شناخته شده ای و همه جا صحبت بر سر این است که به راحتی آب خوردن می توانی سر از تن جدا کنی و من اصلا دوست ندارم هر وقت و هر کجا صحبت قتل و دزدی و آدمکشی است، اسم تو اولین اسمی باشد که به ذهن اینها می رسد. فعلا گرفتاری های خودم کم است، این تبلیغات بدی هم که روی تو می شود به آن اضافه شده است. در حالی که پس از مدتها حرفایم را با قسم و آیه چاشنی می کردم، گفتم تو بهتر از هر کسی مرا می شناسی و می دانی که نصف آنچه که فعلا در مدرسه علوی بر سر زبان هاست دروغ و شایعه است. همین امروز در مدرسه یکی از این چریک های مجاهد از من سوال می کرد شما تا به حال در چند تا هواپیما ربایی شرکت داشته ای؟ و هرچه می گفتم هیچی، طرف باورش نمی شد. اما نمی دانم، اگر برنامه قبلی به هم نخورده باشد، قرار بود از این سر و صداها برای زهر چشم گرفتن دو رو بر من باشد، یعنی پیشنهادش از خود تو بود. دوریان بیان که به این موضوع اشاره ای کند گفت فعلا که این سالیوان احمق دارد همه برنامه ها را به هم می ریزد. گفتم ببین دوریان، من از همان دیشب متوجه تغییر حال تو شده ام. از من که کاری ساخته نیست و از این جور چیزها هم سردر نمی آورم، اما به هر حال دلم می خواهد که تو ناراحت نباشی و بدانی که هر کاری از دست من ساخته باشد و تو بخواهی انجام می دهم. دوریان در حالی که لبخندی تلخ نزدیک آمده بود تا صورتم را ببوسد، گفت تو این دکتر بهشتی یا به قول شما آیت الله بهشتی را از کجا می شناسی و چطور می شناسی؟ گفتم بهشتی اصفهانی است، زن اصفهانی هم دارد، از خانواده امامی ها، اما آشنایی من با او از ماجرای باغ حاج تراب درچه‌ای که قضیهش را برایت گفتم شروع شد. البته نه اینجور که حالا هست. خب آن موقع او دکتر بهشتی بود و من یک بچه قصاب و نمی توانست رابطه ای جز همانی که بود میان ما وجود داشته باشد. دوریان که حالا دیگر روی تخت دراز کشیده بود و سرش روی سینه من بود گفت این از تو، اما این آیت الله شما را از وقتی می شناسم که تو حتی هنوز به دنیا نیامده بودی. من آن موقع از آمریکا برای کار در اداره اصل 4 ترومن به ایران آمده بودم، فقط 16 سال داشتم و شغلم سکرتری بود و او رئیس اصل 4 بود. وارن رئیس اصل 4 بود و با آنکه 16 سالگی برای استخدام منع قانونی داشت، اما وارن این کار را انجام داد و مرا با خود به ایران آورد. خیلی از شخصیت‌های سرشناس رژیم شاه آن موقع از کارمندان اصل 4 بودند. این بهشتی آن موقع‌ها هنوز آخوند نشده بود و کت و شلوار می پوشید، خوب هم می پوشید و به عنوان کارمند محلی رد پایینی در اصل 4 زیر نظر غفور آلبا کار می کرد. اگر بگویم با توجه به کمی اطلاعات من و همچنین اختلاف سنی که با دوریان داشتم، آنچه که او تعریف می کرد برایم حکم قصه و افسانه را داشت، باور کنید من نمی دانستم اصل 4 ترومن چیست و نمی توانستم خیلی از این اسمهایی را که می آورد درست تلفظ کنم. در آن موقع تنها این موضوع برایم اهمیت داشت که زن صاحب نفوذی چون دوریان که همه برایش احترام قائل بودند و حتی از او می ترسیدند
محرمانه ترین اسرارش را تنها برای من می گفت. این اسمها و این خاطرات بعدها و در تکرارهای مختلف و به مناسبتهای مختلف در ذهن من ماند و اینک که صاحب تجربیاتی شده ام و ناگزیر کمی هم درس خوانده ام، تازه می فهمم که بی اطلاعی چه دردی است و داشتن اطلاعات هم چه مصیبتی. دوریان همچنان سخنانش را دنبال می کرد و در میان نوشیدنی های پیاپی اسرارش را فاش می کرد. آن روزها، یعنی سالهایی که مصدق نخست وزیر بود و من در ایران بودم، این آقای آیت الله دکتر بهشتی، به قول شما ایرانی ها، یک دل نه صد دل عاشق من شده بود. هر وقت که من هم کششی به سوی او پیدا می کردم، غفور آلبا آنچنان شرح و تفصیلی از بیشعوری، خنگی و خرفتی و کند ذهنی او برایم تعریف می کرد که به راستی دل مرا از هرچه مرد بود به هم می زد. از آن زمان تا حالا ما هیچ وقت از حال و روز بهشتی بی خبر نبوده ایم. حالا با این مقدمه که بعد هم پرونده روابط خصوصی من و او به آن اضافه خواهد شد، خوب گوشهایت را باز کن و ببین چه خواب و خیالهایی برای این بابا و کشور تو دیده اند و چگونه من و تو می توانیم نگذاریم این خواب و خیالها پیاده شود. یک بار دیگر غافلگیر شده بودم و تازه می فهمیدم که آن مقدمه چینی برای زمینه دیگری به جز قصه گفتن بوده است. دوریان نیز که مانند من از جا بلند شده بود، روی تخت مقابل من نشست و گفت: دیشب سالیوان، همان مرد موسفید که سفیر آمریکاست، تلگرافی را در جلسه مطرح کرد که به موجب آن به دستور مقامات دی سی من باید از حرمسرای خمینی به حرمسرای بهشتی نقل مکان کنم، چون به زودی اداره کننده کشور شما بهشتی خواهد بود و نه خمینی. این البته طی چند روز گذشته مایه اختلاف من و سفیر بود و ظاهراً او برنده شده و این احمقهای دی سی را یک جوری با نقشه هایش موافق کرده است. اینها دنبال یک اسقف مارکاریوس جدید برای مملکت تو هستند. گفتم: خب برای تو چه فرقی دارد که این باشد یا آن؟ توریان در حالی که دوباره دراز می کشید گفت: به نظر دی سی خمینی یک احمق متعصب مذهبی است، در حالی که بهشتی زیرک و باهوش است. این فکر از کله علیل سالیوان بیرون آمده و در حالی که اگر این حرف درست هم باشد که نیست، برای این کار خیلی زود است. تازه در صورت چنین تغییر و تبدیلی انگلیسی ها دوباره با ما سرشاخ می شوند و این یعنی فاتحه انقلاب را خواندن. گفتم: چرا دی سی را در جریان نمی گذاری؟ دوریان گفت: برای اینکه من به خاطر یک راز سال هاست ماجرایی را به نفع بهشتی از چشم دی سی پنهان کرده ام و حالا اگر بخواهم آن را عنوان کنم باور نخواهند کرد. گفتم: باور کن که اصلا سر در نمی آورم. تو چرا باید به نفع بهشتی چیزی را از دی سی پنهان کنی و تازه این چه چیزی است که آنها باور نکنند؟ دوریان گفت: اینکه چرا به نفع بهشتی کاری کرده ام یک راز شخصی است، ولی آنچه که دی سی نمیتواند این است که این آقای دکتر بهشتی همان موقع که پیش نماز مسجد هامبورگ بود، از طریق آلمان شرقی با کمونیسم بین المللی روابطی داشت و حالا چنین فردی چگونه میتواند جای خمینی را بگیرد؟ به گوش اینها فرو نمی رود. حالا میفهمی مشکل کجاست و چرا دیشب تا حالا من دست کمی از دیوانه ها ندارم؟ گفتم: حالا فکر میکنی چه کار میتوانیم بکنیم که این مشکل حل شود؟ دوریان گفت: خیال دارم به یک اقدام خودسرانه دست بزنم و دی سی را در مقابل عمل انجام شده قرار دهم. حرفش را قطع کردم و گفتم: یعنی کشتن بهشتی؟ دوریان خندید و گفت: آره.
ولی نه به دست تو، خیالت راحت باشد، به دست بیکر، کلونل بیکر. گفتم یعنی یک آیت الله ایرانی به دست یک کلونل آمریکایی کشته شود؟ گفت آفرین، یعنی از بین رفتن بهشتی و رابطه با آمریکا برای همیشه و باقی ماندن خمینی برای همیشه. گفتم و ناراحتی تو فقط برای همین تصمیم گیری ساده است؟ دوریان که به نظر می آمد با درد دلهایش کمی آرام شده است و یا شاید هم آن همه ویسکی آرامش کرده بود، گفت قرار نبود زیاد سوال کنی، حالا بگیر بخواب که این روزها بیشتر از هر چیز به استراحت احتیاج داریم، هم تو و هم من. تا من به دستشویی بروم و برگردم دوریان به خواب رفته بود. من هم ناچار پس از مدتی فکر کردن به آنچه که شنیده بودم به خواب رفتم، اما نمیدانم چقدر وقت بعد با صدای هق هق گریه های دوریان از خواب پریدم. این که دوریان بتواند گریه کند، آن هم با آن صدای بلند، بزرگترین سؤالم پس از پریدن از خواب بود. این زنی که برای من تجسم واقعی قدرت، فکر، هوش و نفوذ بود، اینک مانند کودکی که اسباب بازیش را گم کرده است گریه می کند. بی اختیار او را در بغل گرفتم و در حالی که موهایش را نوازش می کردم به دلداریش پرداختم، مانند کسی که منتظر باشد، سرش را روی سینه‌ام گذاشت و صدای هق هق گریه هایش بلندتر شد. سرانجام آنقدر او را نوازش کردم که اندکی آرام گرفت و خواست که لیوان مشروبش را دوباره پر از یخ و ویسکی کنم. هنگامی که با لیوان پر از یخ از آشپزخانه برمی گشتم، دوریان داشت اشکهایش را پاک می کرد و با چشمان پف کرده و قرمز و نگاهی مهربان گفت جعفر تو خیلی خوبی، معذرت می خواهم که بیدارت کردم. او را بوسیدم و گفتم ولی برای من گریه کردن زن مقتدری مثل تو از همه چیزهای دنیا عجیبتر است. دوریان و گریه؟ یعنی چیزی که در خواب هم تصورش را نمی کردم. دوریان که تازه داشت به حال طبیعی برمی گشت دوباره زد زیر گریه و در میان گریه و عشق و فریاد گفت جعفر، جعفر آخر، تو که نمی دانی بهشتی پدر دختره 17 ساله من هم هست، کاترین، کاترین من. بی هیچ تردیدی اگر یک پتک 1000 کیلویی بر سر من می زدند تحملش آسان تر از آن بود که دوریان بگوید یک دختر 17 ساله از آیت الله بهشتی دارد. دیگر حتی مسئله زنده ماندن یا نماندن بهشتی برایم مطرح نبود، مسئله این بود که چگونه یک سید اولاد پیامبر، آن هم یک آیت الله، آن هم آیت الله بهشتی، با یک زن آمریکایی که جاسوسی کارش بود رابطه داشته و چگونه از او صاحب دختری شده که حالا 17 سال دارد. دوریان را دوباره در آغوش کشیدم و به نوازشش پرداختم و او نیز بی آن که من اصراری کرده باشم لب به سخن باز کرد. حالا مشکل مرا حس می کنی؟ می فهمی چرا گزارش رابطه بهشتی با شرقی ها را به DC ندادم؟ و حالا فکر کن که سر به نیست شدن بهشتی توسط بیکر، یعنی سر به نیست شدن پدر دختر من و سر به نیست شدنش و سر به نیست نشدنش، یعنی یک اشتباه تاریخی دیگر برای کشورم که از 15 سالگی خودم را فدایش کرده ام. گفتم ببین، من اصلا نمی توانم خیلی چیزها را در این قضیه بفهمم. آخر چطور زنی مثل تو دوریان می تواند با یک آیت الله رابطه عاشقانه داشته باشد، آن هم 17-18 سال پیش؟ دوریان گفت این ماجرا در فرانکفورت اتفاق افتاد. من ناراحتی زنانه داشتم و دکترها توصیه می کردند حتما باید بچه دار بشوم. همه چیز تصادفی بود. من آن موقع در پایگاه آمریکایی ها در ویسبادن که 15-16 کیلومتری فرانکفورت است
کار می کردم. بهشتی از هامبورگ به فرانکفورت آمده بود و بر حسب تصادف پس از سالها همدیگر را در یک فروشگاه معروف آلمان دیدیم. او چند روزی در فرانکفورت ماند و باز همان عشق و عاشقی های سال 1329 را پیش کشید. بالاخره ماجرا به رخت خواب کشید و دو ماه بعد فهمیدم حامله شده ام. به بهشتی تلفن کردم. خیلی خوشحال شد و گفت بچه را نگاه دارم. از آن به بعد مرتب به فرانکفورت می آمد. بعد که من برای وضع حمل به آمریکا رفتم او هم آمد و اجازه داد که از نام بهشتی برای کاترین استفاده کنم. از آن به بعد هم اگرچه همه مسئولیت های کاترین با من بود، اما گه گاهی هم بهشتی کمی پول برایش می فرستاد. این کل ماجراست و حالا اگر دست از حسادت شرقیت می کشی به فکر حل مشکل باش، نه اینکه بخواهی بدانی چگونه من و او بغل هم خوابیده ایم. و این جملات آخر را با لحنی عصبانی ادا کرد و من بار دیگر غرق حیرت بودم که او چگونه حتی پشت فکر آدم را میخواند. گفتم با این قضیه من فکر میکنم بهتر است با خود بهشتی صحبت کنی و بگویی به نحوی از سیاست کناره بگیرد، وگرنه تو هم اسرارش را فاش میکنی. دوریان در حالی که پس از آن هقهق گریه ها باز قشقش خنده های معروفش را سرداده بود گفت اگر او هم به خوبی و سادگی تو بود شاید این هم راه حل بود، اما آن آیت اللهی که من می شناسم حالا که پس از عمری به آرزویش رسیده محال است دست از سیاست بازی بردارد، ولو این که به تو یا ابو شریف دستور کشتن من که هیچ حتی دخترش را بدهد. گفتم اگر باز به حرفایم نمی خندی یک راه حل دیگر مانده است و آن این که بلند شوی و بروی آمریکا و اول سعی کنی دی سی را قانع کنی قبل از این که هر تصمیم دیگری بگیری. چشمان دوریان برقی زد و به دنبال آن از جا پرید و در حالی که مرا میبوسید گفت براو براو جعفر، اگر خیالم از اینجا راحت باشد و یا در مدت غیب من سالیوان اینجا نباشد، حتی اگر در آمریکا باشد خیلی کارها میتوانم بکنم. این فکر به عمل کردنش میارزد. عالی است، به یک شرط که قول بدهی تو هم با من بیایی. گفتم دیدن آمریکا برای من به صورت یک آرزو در آمده، اما فکر میکنی با جریان سپاه ضربت و این همه آدم عوضی که تو صف ایستاده اند میشود اینجا را ترک کرد؟ دوریان گفت تو فکر میکنی میخواهیم به مسافرت یک ماهه برویم؟ فوقش دو روز یا سه روز آنجا خواهیم بود، که این را هم می شود طوری برنامه ریزی کرد که به جز دو سه نفر کسی اصلا از آن خبردار نشود. گفتم به این ترتیب من باید برنامه مسافرتم را به قم جلو بیاندازم، به خصوص که خمینی گفت می خواهد به قم منتقل شود و از من خواست که فکری به حال حفاظت اقامتگاهش در قم بکنم. دوریان گفت این هم یکی دیگر از اشتباهاتی است که پیرمرد دارد به تحریک بهشتی و سفیر سولیوان می کند، یعنی درست همان کاری را که نباید بکند دارد انجام می دهد. حرف هم به گوشش فرو نمی رود. گفتم مگر تو در این باره با او صحبت کرده ای؟ گفت نه یک بار، که دو سه بار. بعد از آن ملاقات کیانوری که معلوم نیست چرا باید ساعت چهار ساعت طول بکشد، به پیرمرد گفتم صلاح نیست شما به قم بروید. میگوید اگر شما هم جای من بودید و با آن شکل از قم اخراج شده بودید دلتان حتما میخواست که به این شکل برگردید. ساعت 5:30 صبح بود که هر دو خسته و کوفته به خواب رفتیم و به این امید که از فردا
او در اندیشه سفر آمریکا باشد و من در خیال رفتن به قم و هر دو در فکر عقب انداختن انتقال خمینی از تهران به قم.